شنوندگانان گرامی، من محمد امینی در یکی دیگر از برنامه های سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود و امروز میخواهم درباره یک جریان تازه سیاسی که یک سال پیش کارمون خودش رو آغاز کرده ولی هفته گذشته در لندن اعلام موجودیت کرده درباره اون با شما سخن بگویم. ما ایرانیان دستندرکار کارهای اجتماعی سیاسی، نخبگان ایرانی که، یا من که جزو اونها نیستم، ولی نخبگان ایرانی که در سیاست و در پوزیسیون و اپوزیسیون ایران جایگاه ویژه‌ای دارن، اونهایی که کشور رو اداره میکنن، اونهایی که میخواهند و امیدوارن که کشور رو اداره کنند، اونهایی که خودشون رو رهبران مخالفان میدانند، اونهایی که خودشون رو رهبران دولت میدانند، یک بند مشترکی، یک داوری هماهنگی میان اینها وجود دارد. یعنی در واقع همگن هستند، مانند هم میاندیشند، کلان میاندیشند و خرد رفتار میکنند. نگاه کنید به این 40 سال گذشته در رفتار رهبران جمهوری اسلامی. کلان اندیشیدند، میخواستند ایران رو به پای کشورهای جهان برسانند، کشورهای پیشرفته جهان. میخواستند عتبات و کربلا و عراق رو، همه رو بگیرند، نجف و همه رو بگیرند، از اونجا به سوی قدس، بر واقع اسرائیل، اورشلیم یا بیت المقدس بروند و پس از گرفتن بیت المقدس و شیعه کردن همه کسانی که در اونجا هستند، دنیای تازه رو هم، دنیای اروپا رو هم، دنیای آمریکا رو هم اسلامی کنند. این پیام هایی بود که در آغاز انقلاب می دادند که ما انقلاب رو صادر خواهیم کرد به همه جای جهان، از جمله به ایالات متحده آمریکا. کلان می اندیشیدند. ایرادی هم در این نیست، گرفتاری در کلان اندیشیدن نیست. آدم ها می توانند کلان بیاندیشند. آدمی می تواند نگاه کند به فرزند خردسال 6 ساله خودش و امیدوار باشه که این کودک پس از درس خواندن راهی دانشگاه معتبری خواهد شد و سرانجام یکی از چهره‌های برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان خواهد شد. این رو پدر میتواند بیاندیشد، کلان فکر کند. اما اگر این پدر خرد رفتار کند، یعنی این پسر رو وادار نکند که به راستی درس بخواند، او رو بر نینگیزد که این اندیشه کلانی که در سر او هست، در سر پدر هست، این فرزند هم این رو باور داشته باشد و او رو به کارهای خردی بگذارد، این فرزند به اون جای کلان نخواهد رسید. نگاه کنید به امروز ایران. اینها میخواستند دنیا رو اسلامی کنند، آیین شیعی رو به جهان صادر کنند. امروز مانند خری که در گل گرفتار شده، در گل اقتصاد و سیاست و جامعه ایران گرفتار هستند. توان اداره همین کشور ایران رو هم ندارند. کلان اندیشیدند و خرد رفتار کردند و در این خرد رفتار کردن برجسته ترین ویژگی سران جمهوری اسلامی فساد بوده. فساد درست است که کشتار در این دوران کردند، جنایت کردند، اما فسادی که اونها انجام دادند، دزدیدن بخش بزرگی از دارایی های مردم ایران در میان همه سران این فرمان روایی، یکی از برجسته ترین رفتارهای خرد این آدم هاست که خرد اندیشیدند، کلان، ببخشید، کلان اندیشیدند و خرد رفتار کردند. کلان جهانی اندیشیدند، خرد برای خودشان تنها رفتار کردند. این گونه رفتار در میان مخالفان جمهوری اسلامی هم جریان داره. در این 40 سال گذشته، از زمانی که آقای رجوی در پاریس
پیغام داد که تا 2 ماه دیگر جمهوری اسلامی رو از میان خواهند برد. 40 سال میگذره و در این 40 سال گروه های بسیاری پدیدار شدند. من به یاد دارم چند سال پیش یک آقایی که آدم ارجمندی هم هست، آدم بزرگواری هست، یکی از امیران بلندپایه ارتش گذشت ایران بوده، نام نمی آورم، با من تماس گرفت که ما می خواهیم برویم در مرز ایران و عراق جنگ کنیم و دولت ایران رو براندازیم. حالا بیشتر این امیرانی که در سپاه ایشان بودن میبخشید با اکسیژن سفر میکردند، حالا میخواستن برن با ارتش جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران بجنگن، کلان میاندیشیدند ولی خرد رفتار میکردند. در این سالها ما از این دسته ها زیاد داشتیم و همین پیامد این گونه رفتار است که ما امروز به چندین جبهه ملی، چندین گروه جمهوری خواه و چندین گروه هوادار پادشاهی رسیدیم. هر کسی درباره آینده ایران داوری های کلانی دارد و خرد رفتار می کند. 2 سال پیش من در این اندیشه بودم با پشتیبانی بسیاری از هم میهنانی که با من آشنایی و نزدیکی دارند که می گفتن شما جلو بیفت، شما پیشگام بشو و بیاییم و یک شورای هماهنگی بزرگی از ایرانیان خارج از کشور در پشتیبانی از آنچه که در ایران میگذرد به وجود بیاوریم. من هم راهی این کار شدم، با بسیاری کسان پیوندهایی داشتم، سخنانی گفتم، سفرهایی در این راستا کردم و امیدوار بودم که بتوانیم چنین شورای بزرگی رو از همه گروه انسانهایی که بیرون از وفاداری های گروهی حاضر هستند با هم برپا یک منشوری همکاری کنند برای پشتیبانی از جنبش مدنی سیاسی اجتماعی ایران به راه بیندازیم و این جریان یک پایه‌ای بشود برای کار آینده در ساختن ایران آینده. کسانی آمدند و این اندیشه رو گرفتند و بردند و بران شدند که این شورا نه شورایی برای هماهنگی پشتیبانی از آنچه در ایران می‌گذرد، بلکه برای مدیریت گذار خواهد بود. یعنی اون آدم‌هایی که من در این راستا با اونها سخنانی داشتم پس از چند ماهی دیدم که اینها سر از یک جریان تازه‌ای در آوردند. من امروز می‌خوام درباره این شورای مدیریت گذار با شما سخن بگویم. هفته پیش در لندن نشستی برگزار شد و این نشست رهبر اون آقای شریعت مداری، آقای حسن شریعت مداری، یا به گفته خود ایشان سید حسن شریعت مداری، به گفته من مهندس حسن شریعت مداری، ایشان پایه‌گذار جریانی شد که پیشتر هم 1 سال و اندی پیش در نشستی در فرانکفورت اون رو اعلام کرده بود به نام شورای مدیریت گذار. شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی، یعنی این گروه میخواهد مدیریت گذار از این جمهوری اسلامی رو تا تشکیل یک دولت موقت در دست بگیره. ببینید خیلی کلان هست این اندیشیدن و سپس هنگامی که به برنامه های اونها نگاه میکنید میبینید که تا چه اندازه خرد هست. شورای مدیریت گذار یعنی کسانی گرده هم آمدند و این کسانی که گرده هم آمدند نماینده گستره مخالفان جمهوری اسلامی هستند برای بنای یک شورای مدیریت گذار. این سخنان بار تاریخی داره، یعنی شما هنگامی که میایید و در برابر یک رژیم ستمگر و دشمن حقوق بشر شورایی برای گذار از این حکومت به وجود می آورید، مانند کاری که در آفریقای جنوبی انجام شد، در واقع آمده اید و مهمترین بدنه مخالفان این حکومت رو گرد هم آورده اید، از همه گروه ها، از کسانی که از درون جنبش اسلامی بیرون آمدن تا کسانی که
چپ چپ بودند یا کسانی که میانه هستند، تا سوسیالیست هستند، تا طرفدار جمهوری هستند یا طرفدار پادشاهی هستند، اینها رو در یک شورای گرد هم می آورید که این شورا نماینده گذار از این حکومت به آینده ایران خواهد بود. یعنی به مردم ایران می گویید که مردم ایران، ما کسانی که اینجا گرد هم آمدیم در درون ایران و بیرون ایران، نام برخی از اونهایی که در درون ایران هستند رو نمیتوانیم با شما در میان بگذاریم، برای اینکه اونها رو گرفتار میکنند. ما نمایندگان مجموعه مخالفان حکومت کنون ایران برای گذار از این حکومت هستیم. این شورای مدیریت گذار یعنی این، یعنی مدیریت میخواهد بکند که از این حکومت گذار کند. یه ویژگی دیگری هم این کسانی که خودشون رو شورای مدیریت گذار مینامند باید داشته باشند و اون است که مدیریت بلد باشند. شما اگر یک کارخانه دار باشید، اگر بستنی فروشی داشته باشید و حالا کارخانه دار بزرگ یا بستنی فروشی داشته باشید، هنگامی که میخواهید سفر تابستانی بکنید، یک ماه سر کار نباشید، یک آدمی رو به عنوان مدیر بر سر کار نمی گمارید که این آدم مدیریت بلد نباشه، یعنی اصلا نداند که چگونه باید این بستنی فروشی رو باز کنه، چگونه باید درآمد و در رفت رو بررسی کنه و چگونه بتواند این کار رو اداره کند. کسی رو بر سر این کار می گمارید که مدیریت بلد باشد. خب بنابراین شورای مدیریت گذار باید از کسانی به وجود آمده باشد که اندکی مدیریت بلد هستند، یعنی می توانند کار گذار رو مدیریت کنند، کارهایی کردند در گذشته که نشان می دهد اونها توانایی مدیریت دارند. اگر کسانی که یک مغازه بقالی رو هم نتوانستند یا هیچگاه در زندگی چنین کاری رو مدیریت نکردند، گذار از یک حکومت بسیار بسیار پیچیده مانند جمهوری اسلامی رو چگونه میخوان مدیریت کند؟ کسی که هیچ کاری رو در زندگی خودش در سپر سیاست، فرهنگ، کار اجتماعی، کار اقتصادی مدیریت نکرده، چگونه میخواهد گذار از جمهوری اسلامی رو مدیریت کنه؟ بنابراین پیدایش یک شورایی به نام شورای مدیریت گذار نیاز به این داره که شما آدم های مدیر، آدم هایی که توانا هستند در این زمینه رو گرده هم بیاورید و این مدیران توانایی های داشته باشند برای اینکه دیگران رو به کار بکشند یا رهبران سیاسی باشند، نفوذ در میان مردم داشته باشند. نخستین کاری که آقای شریعت مداری با همکاری آقای تبرزدی در این فیلی که هوا کرده بودند به نام شورای مدیریت گذار یک سال و اندی پیش انجام دادند و اعلام کردند شورای مدیریت گذار تشکیل شده و آقای شریعت مداری به عنوان سخنگوی این شورا در یک نشستی در فرانکفورت اعلام موجودیت کرد درباره این شورا. اینها اعلام اعتصاب در ایران کردند و هیچ کس به سخن ایشان و این دو نفر گوش فرا نداد، اعتصابی در ایران روی نداد. یک فیلی هوا کردند و این فیل هوا شده مانند بادکنکی ترکید. ببینید هممیهنان گرامی، من در این سالهایی که به ناچار به خارج از ایران آمدم بارها و بارها گفتم که هر کوششی برای دگرگون کردن آنچه که در ایران می‌گذرد، برای دستیابی به یک دموکراسی، به یک سکولاریزم ماندگار در ایران، به یک حکومت برآمده از اراده ملت، بسیار بسیار نیکوست، بسیار بسیار بجاست و باید از اون پشتیبانی کرد. اما فراموش نکنیم که ما ایرانیان در درازای تاریخ خیلی فیلها هوا کردیم و در این فیل هوا کردنها زیانهای کلانی دیدیم. با فتوای آخوندها به جنگ روس رفتیم و بخش بزرگی از خاک ایران را از دست دادیم. میخواستند عراق رو اسلامی کنند، شیعی کنند،
جنگ ایران عراق 1 میلیون کشته و معلول و زخمی برای ایران به جای گذارد و زیانهای هنگفتی در سپهر اقتصادی برای ما به جای نهاد. از این فیلهای اپوزیسیونی در این سالها بسیار هوا شده و هیچگاه به جایی نرسیده. میگوییم که خب حق دارند که کوشش هایی بکنند. نه، این کوشش ها زیان آور خواهد بود، زیرا امید مردم رو برای کوشش های نیکی که میتواند به وجود بیاورد کاهش خواهد داد. شما اگر 10 بار به گروه های پیوستید و این گروه ها هیچگاه نتوانستن از محدوده کار جمعی خودشون خارج بشوند، دیگر به گروه 11 نخواهید پیوست، امیدی نخواهید داشت. اگر شما تصور کنید که به یک سینما می روید که فیلم خوبی ببینید و فیلم بدی رو ببینید، اگر چند بار به همان سینما بروید و فیلم های بد رو ببینید، دیگر به اون سینما نخواهید رفت. شما در رستورانی که غذای بد به شما می دهد، اگر بیش از 2-3 بار به اونجا بروید، یک گرفتاری روحی و روانی دارید که به اونجا می روید. 2 بار که به شما غذای بد دادند، دیگه پای شما نباید به اون رستوران باز بشود، به اونجا نباید پای بگذارید. در سپر سیاست هم همین است. هنگامی کسانی می آیند و از این گونه فیل ها هوا می کنند و سپس شکست می خورند، به آینده اپوزیسیون ایران زیان می رسانند. در گذشته از این فیل ها بسیار هوا شده، اما این فیل هوا شده امروز از جنس دیگری است. شورای مدیریت گذار به رهبری آقای حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری، سید کاظم شریعت مداری، که به نادرستی آقای شریعت مداری پسر کوشش می کنند از پدر یک چهره سکولار بسازند. سید کاظم شریعت مداری یک مجتهد وارسته بوده، توانایی بوده، اما در بنای جمهوری اسلامی در آغاز کار با آقای خمینی همکاری کرده تا اینکه آقای خمینی ایشان رو رقیب خودش دیده و ایشان رو کنار زده. سپس آقای سید کاظم شریعت مداری و یاران آقای حسن شریعت مداری آمدند و در تبریز یک حزب سیاسی ساختند، حزبی تبعیض‌گرا، حزبی بر پایه همان متدولوژی که حزب جمهوری اسلامی رو هواداران آقای خمینی ایجاد کردن، حزب خلق مسلمان. یعنی در این حزب غیر مسلمان نمیتواند شرکت کند، این حزب خلق مسلمان است و این حزب خلق مسلمان در درگیری های با هواداران خمینی در تبریز به یک جریانی که به یک شورش انجامید، سرانجام سرکوب شد، غیرقانونی شد و آقای شریعت مداری هم به زندان خانگی و کنارگیری از دنیای سیاست محکوم شدند. حزب خلق مسلمان حزب پیشرویی نبود، حزب سکولار نبود، حزب مسلمان بود. حزب مسلمان که نمیتواند سکولار باشد. این حزبی بود که در دار و دسته های چماقدار داشت مخالفان را سرکوب میکرد، گروه های سکولار غیر مسلمان را در تبریز کتک می زدن این حزب خلق مسلمان. و برخی از رهبران این حزب خلق مسلمان بعدها پایه‌گذاران جریان‌های قومی شدند که آذربایجان ما را آذربایجان جنوبی می خوانند. یعنی می خواهند این آذربایجان از ایران جدا بشود و برود با جمهوری آذربایجان در شمال ایران، سرزمینی که هیچگاه آذربایجان نبوده، متحد بشود. برخی از این آدم‌ها رهبران حزب جمهوری خلق مسلمان بودند. من در برنامه دیگری به این خواهم پرداخت. اینها پایه گذاران جریان های بسیار ارتجایی تجزیه طلب آذربایجان شدند در آینده. حزب خلق مسلمان در بیانیه خودش رو ادامه دهنده کار فدایان اسلام خوانده بود. این حزب که نمیتواند سکولار بوده باشد، که امروز جناب شریعت مداری به ما میگویند که پیشینه بنده از جمله رهبری سخنگویی حزب خلق مسلمان است. من به پیشینه ایشان کار ندارم، به کار امروز ایشان کار دارم، ولی چون ایشان مطرح کردن این رو عنوان میکنم. این نهاد تازه، این گروه تازه سیاسی
چند ماهی دربارش سخن گفته میشد تا اینکه هفته گذشته در نشستی در لندن اعلام موجودیت کرد. یعنی گفت ما هم هستیم. بیانیه بیرون داد. 3 سند منتشر کرد. آقای مهران براتی که من با ایشان دوستی دارم و در شگفت هستم که چگونه ایشان سر از این حزب در آوردند، اعلام کردند که این عبارت ایشان است: مهران براتی دبیر کار گروه دبیر کار گروه سیاست خارجی شورای مدیریت گذار گفته است که این شورا به زودی نمایندگانی به کشورهای همسایه ایران، اروپا و آمریکا می‌فرستد. یعنی این شورای دولت در تبعید است. یعنی می‌خوان بروند. وقتی می‌گویند همسایه‌های ایران، گمان نمی‌کنم که می‌خوان با دولت افغانستان و دولت عراق که با ایران نزدیکی دارند با اینها مذاکره کنند. بگذاریم که گفتگو با دولت عراق و دولت افغانستان سودی هم برای اونها نخواهد داشت. می‌خوان سراغ دولت جمهوری آذربایجان بروند. می‌خوان سراغ عربستان و کویت و امارات بروند. پاپوش درست میکنند، سرپوش درست میکنند برای که فردا اگر روشن شد که اینها رفتن به دیدار مقامات امنیتی و سیاسی دولت عربستان، کویت و امارات، کسانی نگویند که اینها روابط با دولت‌های خارجی دارند. گفتن نه، ما نماینده رسمی داریم میفرستیم به این کشورها، گوی دولت هستند. اما همه اینها رو شما کنار بگذارید. این شورای مدیریت گذار برای اینکه بتواند گروه های قومی رو به سوی خودش جلب بکنه رفته است و تغییراتی یا چیزهایی رو در بیانیه خودش، در اون منشور خودش گنجانده برای اینکه گروه های قومی مانند کوموله و حزب دموکرات کردستان بتوانند به این گروه بپیوندند و برخی از اونها پیوستند. دانی رم پاشیدند برای اینکه طرفداران پادشاهی هم فکر نکنند که نمیتوانند در این شورای گذار باشند، چون دیدگاه بیشتر کسانی که در این شورای مدیریت گذار هستند جمهوری خواهان است. این است که آمدن و گفتن که خب این عبارت رو میخونم یا گفتگوی آقای حسن شریعت مداری رو: مخالفت سند مزبور، یعنی سندی که بیرون دادن درباره این که در این سند گفته شده که ما با هر گونه نظام موروثی در تاریخ ایران مخالفیم. نظام موروثی منظور جمهوری اسلامی است و نظام پادشاهی، چون اینها نظام های موروثی هستند. به گفته آقای حسن شریعت مداری، مخالفت سند مزبور، این گزارش بی بی سی است، با حق حاکمیت موروثی در ساختار سیاست آینده ایران به هیچ وجه به معنای کنار گذاشتن طرفداران سلطنت از شورای مدیریت گذار نیست. ایشان میگویند که این عبارت خود آقای شریعت مداری است اینجا. یعنی طرفداران پادشاهی در شورای مدیریت گذار هستند و خود آقای رضا پهلوی هم در مصاحبه‌ای که داشت سلطنت انتخابی مانند مالزی را برای ایران ترجیح می‌داد و نه شکل موروثی را. بنابراین سند در تقابل با خواستهای آنها نیست. آنها هم در فضای موجود بسیار پیشرفتند و به این نتیجه رسیدند که ایران یک سلطنت موروثی و همیشگی را بر نمیتابد. من چنین سخنانی را از آقای رضا پهلوی نشنیدم که ایشان گفته باشند که من وارث پادشاهی پدرم نیستم، من میخواهم در ایران انتخابات سلطنتی بشود، یعنی هر 4 سال یه بار ما یه پادشاه انتخاب کنیم. خب این 4 سال یه بار پادشاه انتخاب کردن که اسمش پادشاهی نیست، اسمش جمهوری است. حالا اسم پادشاهی بگذارید. اینها بازی‌های سیاسی است که دارن می‌کنن برای اینکه
گروههایی رو در درون وزارت امور خارجه آمریکا و بریتانیا که با آقای رضا پهلوی و هواداران پادشاهی نزدیکی دارن، اینها رو در واقع جذب کنن. گفتن ما هوادار کار موروثی نیستیم. خب خیلی عالیستیم نکته که مطرح میکنن. پرسش من از آقای شریعت مداری این است که شما که با این کار موروثی مخالفت دارید، آیا سید بودن موروثی نیست؟ پادشاهی که پدیده بسیار پیشرفته تری از سیدی است. پادشاهی یکی از کهن‌ترین نهادهای تاریخ ایران است. من جمهوری خواه هستم، میدانید، اما نگرش من به تاریخ ایران این است که ما کهن‌ترین ساختار توانای پادشاهی رو در جهان داشتیم. از زمان مادها و سپس امپراتوری هخامنشی، یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ جهان، نه بزرگترین امپراتوری تاریخ جهان، ساختار پادشاهی داشته. ما ساختار پادشاهی در فرهنگمون، ساختار شهریاری بسیار کهن‌تر از اروپاست. اروپا پس از فروپاشی دوران قرون وسطا و پس از شکست درد برای اونها دردناک مسیحیان در جنگ‌های صلیبی، شکست کلیسای کاتولیک در جنگ‌های صلیبی بود که ساختار شهریاری در اروپا رفته رفته پدیدار شد. این ساختارهای شهریاری در اروپا زیر فرمان پاپ بود. پاپ اونها رو اداره میکرد، کلیسا اونها رو اداره میکرد. در دوری در فرانسه، دولت پادشاهی فرانسه توانست بر کلیسا چیره بشود، اما روی هم رفته این کلیسا بود که مشروعیت به پادشاهی میبخشید. تاریخ ما اینگونه نبوده. ساختار شهریاری در ایران بسیار کهن است. امروز می توانیم به درستی بگوییم که ساختار موروثی در ایران به پایان رسیده. یعنی ما نمی خواهیم آدم هایی بر سرنوشت ما چیره بشوند که هیچ پاسخگویی به مردم ندارند. یعنی رئیس جمهور، نخست وزیر آدم برگزیده نیستند، مانند ولایت فقیه، مانند رهبر عالی قدر جمهوری اسلامی که الان از زمان مرگ آیت الله خمینی 30 سال است که بر این تخت نشسته است و کشور رو اداره میکنه و سخن او بالاتر از هر چیزی است، از شریعت هم بالاتر است و اوست که جانشینی برای خودش برمیگزیند یا کسانی جانشینی برای او برمیگزیند. پادشاهی هم از این دست بوده در تاریخ ایران، پادشاهی موروثی، یعنی از پدر به پسر می رسیده. ایشان در سخنان خودشون در این نوشته گفتن که، یا در این سند، که با پادشاهی موروثی مخالفند. خب من این رو شاد باش میگم به اونها، کار درستی است. اما سید بودن چطور؟ سید بودن هم موروثی است آقای شریعت مداری. شما در بسیاری از جایها اسنادی رو که امضا کردید، خودتون رو به عنوان سید مهندس معرفی کردید. یعنی میگویید من سید هستم، سید اولاد پیغمبر هستم، به طور موروثی از قریش، از خاندان پیامبر اسلام، نسل اونها سیدی به من رسیده. مگه این موروثی نیست؟ شمای سکولار چرا خودتون رو سید میخوانید؟ پدر شما آخوند بوده، می توانست خودش رو سید بخوانه، شما چرا؟ می خواهم سندی رو برای شما اینجا بخوانم. این نامی است که آقای شریعت مداری، حسن شریعت مداری، در 26 خرداد 1388 پس از جنبش 88 به علمای اعلام و روحانیان برجسته ایران نوشته. میگوید که در این نامه به عنوان عضوی از خانواده روحانیت که خود و خانوادهش جز بیمهری و جفا از شما ندیده، ولی صلاح مملکت و ملت را در تعادل دین و دولت میبیند، متواضعانه و مشفقانه استدعای عاجل دارم که با تیزبینی به آخوندها
تیزبینی و درایت و احساس مسئولیت موقعیت خطیر ملت با احساس مسئولیت موقعیت خطیر ملت و خود را دریابید و تا دیر نشده به جبران مآفات برخیزید، به جبران مآفات به یاری فرزندان ملت و خود برخیزید که جفا کشیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. ان الله غفور غفور رحیم. مهندس سید حسن شریعت مداری. 10 سال پیش است پایه‌گذار شورای مدیریت گذار در نامه‌ای به روحانیان ایران از اونها می‌خواهد که به در سیاست دخالت بکنند، بیایند بپیوندند به این جنبش سیاسی. نمیگوید که شما دست از این کارها بردارید و دخالت در سیاست نکنید. حالا تا اینجاش هم من ایرادی نمیبینم، یک درخواستی است. ولی نامه رو به عنوان مهندس، شغلی که ایشان براش زحمت کشیده، کار کرده، دانشگاه رفته، مهندس سید حسن شریعت مداری امضا میکنن. ایشان یا این سید رو برای عوام فریبی، برای آخوندها بهره میگیرند ازش، یا اینکه به راستی باور دارند که سید از خاندان قریش هستند، یعنی نیاکان این اونها از خاندان پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و امام حسن باقر، امام باقر و دیگران هستند. پدر ایشان میگفت من سید حسنی هستم، آقای خمینی سید حسینی است و بنابراین رفتار اونها متفاوته. ولی برای آدمی مانند آقای شریعت مداری که در غرب زندگی میکنه، با فرهنگ اروپایی آشناست، در آلمان درس خوانده، آدمی شخصا سکولار، چرا باید خودش رو سید بخانه و چرا امروز ایشان میگوید که در این سندی که منتشر کردند با هر گونه ساختار موروثی مخالفند؟ مگر سید بودن موروثی نیست؟ برای سید بودن که شما دانشگاه نمیرید، درس نمیخوانید، سید پدر شماست یا مادر شماست، اون وقت میشوید سید طباطبایی، یا همه نیاکان شما سید بودند، که اینها بیشترش رو من در برنامه‌های دیگری گفتم ساختگی و دروغ است. اما بزرگترین گرفتاری باور این گروه، گروه شورای مدیریت گذار، در اینجا نیست، در سند دیگری است که بیرون دادند. رفع هر گونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی ایران، به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی. یعنی ایشان و دوستانشون در این شورای گذار چوبه، یعنی حراج زدن به ماندگاری و یک پارچگی ایران. حقوق سیاسی گروه های اتنیکی، نخواستن بگن قومی، گفتن اتنیکی که همان است، گروه هایی که از تیر و تبارهای گوناگون آمدند. یعنی در کشور ما که ما نزدیک به شاید 200 گروه اتنیکی گوناگون داریم، حالا برخی از اونها با هم نزدیک هستند، برخی دور هستند، برخی از اونها سرشناسن، لور و لک و کرد و ترک و گیلانی و مازندرانی و بختیاری و غیره، همه اینها رو به عنوان گروه های اتنیک ازش نام بردن، برای اینها حقوق سیاسی قائل هستند. حقوق سیاسی به چه معناست؟ اینا واژه های بیمایه و بیپایه نیست، اینا واژه های باردار تاریخی است، یعنی بار تاریخی دارد. شما هنگامی که درباره حقوق سیاسی سخن میگویید، درباره دولت سخن میگویید. حقوق سیاسی در عالی ترین شکل خودش به تشکیل یک دولت می انجامد. مستعمرات کشورهای استعماری خواهان حقوق سیاسی بودند. اقلیت سیاسی در آفریقای جنوبی حقوق سیاسی میخواست، یعنی میخواست دولت رو اداره کنه، رأی اکثریت چیره بشود.
در هیچ کجای جهان، در هیچ کشور پیشرفته جهان، گروه های اتنیکی در درون چارچوب یک کشور دموکراتیک دارای حقوق سیاسی نیستند. در هیچ کجای جهان بیشترین شمار پرتغالی ها در میان شهرهای بزرگ جهان در پاریس زندگی می کنند. یعنی پاریس بزرگترین شهر پرتغالی نشین جهانه. از لیزبون و پورتو جمعیت پرتغالی پاریس بیشتر است. ولی پرتغالی های فرانسه دارای حقوق سیاسی نیستند. یعنی فردا نمی توانند یک دولت فدرال در پاریس به وجود بیاورند و بگویند ما قوانین میگذاریم و کشور خودمون رو، واحد خودمون رو بر پایه دولت فدرال اداره میکنیم. آقای شریعت مداری و دوستانشان که از دیرباز قومگرا بودند میخوان در ایران دولتک درست کنند. یعنی در درون به اصطلاح این کشور دموکراتیک دولتک های قومی اتنیکی به راه بیاندازند به نام فدرالیزم و جنگ قومی پا کنند. اون هم در کشوری که این همه در هم آمیخته. گمان نکنید که من به گزافه می روم در این زمینه. من عبارتی رو برای شما می خوانم از خود آقای حسن شریعت مداری. در سندی که چند سال پیش منتشر کردند، این سخن آقای شریعت مداری است به عنوان جنبه منفی. ایشان با اندوه زیاد، اندوه، میگویند که ببخشید از بدین پیدا کنم، بله، میگویند بین 30 تا 50 درصد، بین 30 تا 50 درصد مردم ایران از سرزمین مادری خودشون دور هستند. یعنی از سرزمین که اونها به اون تعلق داشتند. می نویسند که بناست هر گروه از این گروه های قومی یک سرزمینی داشته باشند که مال اونهاست و بخش بزرگی از مردم در دوران مدرن دیگر در اون سرزمین ها زندگی نمی کنند. یعنی آذربایجانی ها سفر کردند، در سرتاسر ایران زندگی می کنند، کردها در سرتاسر ایران زندگی می کنند. آقای شریعت مداری در این نوشته‌ای که بیرون دادند افسوس می‌خورند که چرا این رو نادرست می‌خوانند، که چرا نزدیک به 50% جمعیت ایران در سرزمین متعلق به خودش زندگی نمی‌کنه. عین عبارت رو می‌خونم. ایشان می‌نویسند که بیش از 30 الی 50% اقوام گوناگون در ایران در ایالات متعلق به قوم خویش به سر نمی‌برند. یعنی ما در ایران ایالت هایی داریم که اینا مال یک قوم هست و اینا باید برگردن این قوم این ایالت رو اداره کنند. افسوس میخورن که چرا در کشور ما پیشرفت هایی رخ داده که بر پایه این پیشرفت ها بخش بزرگی از مردم آذربایجان امروز در سرتاسر ایران زندگی میکنند. افسوس میخورن که چرا بخش بزرگی از کردها در کرج و تهران زندگی میکنند. چرا بسیاری از بلوچ ها برای کار کوچیدند به مازندران یا شمال خراسان؟ تصور ایشان این است که درست این باید باشد که برویم شناسایی کنیم مردم رو بر پایه تیر و تبارهای قومی برگردونیم بر سر جایگاه خودشون، به اونها حقوق سیاسی بدیم که بروند در آذربایجان دولتک ترک درست کنند، در کردستان دولتک کرد درست کنند، در لرستان دولتک لر درست کنند، بختیاری، و در اینجا هم جنگ و جدال را بیاندازیم کدام شهر از آن چه کسی است، ارومیه رو کردها خواهند برد یا دولتک آذربایجان و دولتک های دیگری که در گوشه و کنار ایران به وجود خواهد آمد، دولتک فدرال قشقایی در کانون مرکزی ایران. این پروژه ویرانگرانه ایران در درون برنامه این شورای گذار نهفته شده، برای که میخوان گروه های قومی رو جلب کنند، برای که میخوان پشتیبانی دولت های خارجی رو از جمله ایالات متحده آمریکا رو که از این گروه های قومی پشتیبانی میکنن رو داشته باشند. اما از اون مهمتر اینها
پرونده اندیشه ی آقای شریعت مداری است. در این باره نوشتند. سخن تازه ای نیست در این زمینه. این شورای مدیریت گذار شورای مدیریت گذار به ویرانی ایران خواهد بود. خوشبختانه این شورای مدیریت گذار کارش نخواهد گرفت. از این نوع شوراها و انجمنها و گروهها آمدند و رفتند. با تبلیغات آغازین درست شدند و کسی دیگر نام اونها رو نشنیده. این گروه هم چنین سرنوشتی خواهد داشت. آدم هایی که در این شورای مدیریت گذار هستند آدم های توانایی نیستند که بتوانند گذاری را انجام بدهند و این گروه هم پس از چندی در درون خودش با گرفتاری ها رو برو خواهد شد و در درون خودش از درون ویران خواهد شد، چرا که با چنین اندیشه‌ای نمیتوانند در میان مردم پای داشته باشند. من برام بسیار بسیار شگفت‌آور بود وقتی شنیدم که کسانی از درون جبهه ملی یا شخصیت‌های بسیار بسیار ایران دوست می‌خواهند به چنین گروهی که طرفدار آموزش به زبان مادری در سرتاسر ایران هست، یعنی در گوش و کنار ایران دانشگاه‌هایی به زبان‌های گوناگون به وجود خواهد آمد و مردم با این زبان‌ها با یکدیگر یه رابطه ویژه که در هیچ کجای جهان نیست خواهند داشت. ما پزشکی خواهیم داشت که پزشکی رو به زبان ترکی یاد گرفته، مهندسی خواهیم داشت که به کردی زبان مهندسی یاد گرفته، مأمور یعنی متخصص آزمایشگاه خواهیم داشت که به بلوچی آزمایشگاهی رو خوانده و اینها قرار است با هم در یک کشور کار کنند و کنار هم باشند. کجای جهان آقای شریعت مداری و دوستان فرهیخته‌ای که به این کانون وارد شده اید و من نام اونها رو پس از مدتی منتشر خواهم کرد که شما نامهای خودتون رو منتشر نکنید. نمیدانم چرا منتشر نمی کنید. شمایی که با این اندیشه ها میدانم همسویی ندارید به من بگویید در کدام کشور جهان آموزش به زبان مادری امروز پدیدار شده؟ در فرانسه؟ در آلمان؟ یعنی آنهایی که آقای براتی اگر فرزندی در آلمان داشته باشد فرزند خودش رو به یک دانشگاهی میفرستد به زبان فارسی، یا فرزندش رو میگوید که به زبان آلمانی درس بخوان که بتوانی با جامعه آلمان پیوند پیدا بکنی؟ در کدام کشور جهان شما گروه های اتنیکی رو به جایی میرسانید که این گروه های اتنیکی دارای حقوق سیاسی هستند؟ همین درگیری ها در باسک، در درون اسپانیا، در درون بلژیک کوشش هایی رو فراهم آورده که این کشورها رو از هم ویران کنند و این کوشش ها شکست خورده. یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان ایران که امروز 40 سال از گرفتار این بختک جمهوری اسلامی است، اینک این شورای مدیریت گذار میگوید که بگذاریم ما اینها رو گذار بدهیم به یک دولتی که در درون خودش دولتک های گوناگون فدرال خواهد داشت و به این تاریخ کهن پایان بدهیم. این پیام این گروه شورای گذار هست. گروه های اتنیکی دارای حقوق سیاسی خواهند بود. من جای گفتگو نداره که هر گروه اتنیکی، هر گروهی از مردم ایران بر پایه هر آیین و مذهب و پیشینه و تباری دارای حقوق فرهنگی، دارای حقوق گسترده‌ای هستند. از جمله آموزش زبان مادری، نه آموزش به زبان مادری. یعنی در دبستان‌ها باید زبان مادری رو هم کنار زبان فارسی یاد بگیرند. ولی این زبان مشترک ما رو نباید ازش بگیرید. این رو نمی‌توانید ویران کنید و سپس بر پایه چنین الگویی دولت فدرال در ایران بپا کنید. دولتک های فدرالی که پیش درآمد تجزیه ایران خواهند بود و درگیری های قومی در ایران بپا خواهند ساخت. این پیام گروه شورای مدیریت گذار است. من به جناب کارگردان وعده داده بودم یا از ایشان خواسته بودم که در میانه برنامه من مانند همیشه
یک ترانه رو پخش کنند که یک جنبه شادی هم در این سخنان بر روی پر از درد من داشته باشد و آنچنان گرم سخن شدم که این رو فراموش کردم. این است که در این پایان برنامه از جناب بهروز کارگردان برنامه درخواست میکنم که این ترانه رو که برای میانه برنامه من آماده کرده بودی که مانند همیشه باید بسیار زیبا باشد، این رو در پایان برنامه پخش کنید و من پیش از این کار از شما سپاسگزاری میکنم و تا هفته ی آینده. روز روزگار بر شما خوش بود. شادیو، هری بزم شادیو، عزیز چوبی کشانم.